درود به همه دوستای عزیز و مهربون. ما تا حالا توی اخبار خاموش با خیلی از هموطنهای پناهندمون صحبت کرده بودیم که وضعیت خونه مناسبی نداشتن. خونهشون خیلی مشکل دار بود، خیلی داغون بود، ولی این اولین بار هستش که با یک خانوم پناهنده صحبت کردیم که متاسفانه کلن خونه نداره، یعنی در خیابان مونده و هر روز باید دنبال شخصی باشه که در خونهشو برای یک شب روش باز بکنه تا بتونه در امنیت به دور از هر گونه خطرهای احتمالی بتونه شب رو به صبح برسونه تا صبح دوباره آواره خیابونها بشه. وضعیت این پناهنده بسیار اضطراریه. لطفاً دست به دست هم بدیم تا بتونیم یک حرکتی برایشون انجام بدیم. با سلام، من نسرین جواز هستم. حدود 5 سال و نیم به 6 سال پا گذاشتم ترکیه زندگی میکنم. الان دیپورتی دارم، کیملیک ندارم، خونه ندارم. الان برای دارو که میخوام داروی اعصاب بخورم، اونم اداره هلسینک بهم کمک میکنه، برام دارو میفرستن. هیچی ندارم. الانم تو پارک دارن از من مصاحبه میکنن. خونه که ندارم، خودتونم دیدید من خونه ندارم. حتی اونجایی که کار میکردم اجازه هم ندادم بیاین تو اونجا عکس بگیرید یا فیلم برداری کنید. الان دیگه بی سرپناه هستم، هیچ جایی ندارم. کیملیک ندارم، بدون کیملیک هستم، آواره هستم، خونه مردم. این خواهر عزیزمون کاملا بی جا و بی پناه بود، انقدر که مجبور شد فیلم بردار ما تو پارک باش مصاحبه بگیره. شرایط عصبیش هم خیلی بده. بیشتر از این چی بگی؟ وقتی که خونه سرپناه نداشته باشی، وقتی که یه اقامتگاه نداشته باشی، نتونی بری دکتر، نمیتونی کارتو انجام بدی، بیشتر از اینا چی میشه؟ نتونی از این شهر به این شهر مسافرت کنی، بلیط نتونی بگیری، اینا کم چیزی نیستن. خونه از همهشون بدتر. صبحش خوبه که بیرونی، ولی شب که شد استرس و ترس آدمو میکشه. همون جایی که کار میکردم اونجا میموندم، الانم دیگه اون زن مرده دیگه آورم تا یه جای دیگه پیدا کنم. توی خیابون خوابیدن تو ترکیه برای مردا هم خطرناکه. من الان که اگه مثلا چون خونه ندارم بمونم تو خیابون شب تا صبح چکار کنم؟ تو سرما بمیرم یا یه آدمی به من حمله کنه چکار کنم؟ یا یکی به من تجاوز کنه چکار کنم؟ خواهر هموطن نازنینم، مطمئن باش که ما ایرانی‌ها همیشه پشت هم بودیم و الان هم دست به دست هم میدیم با کمک بنیاد نوروز. یه فکر میکنم بدترین ترسمه فردا کجا برم، شبش کجا بمونم. دوست ندارم خونه کسی باشم. همش با استرس با ترس زندگی میکنم اینجا. حالا خودم که تحت روان پزشک هستم، دارو برام میفرستن، اونم از طریق وکیلم، ولی که خودم نه هزینه شو دارم، نمیتونم بخرم. اگه هزینه داروهامو داشتم، هزینه دکترمو داشتم، میرفتم برای چشمم، چشممو عمل میکردم، ولی ندارم. مجبورم باید همینجوری زندگیمو ادامه بدم با سختی و بدبختی. چی کار کنم؟ از کجا بیارم؟ هیچی ندارم، هیچی. وقتی که هم چشم نداشته باشی بری یه جایی کار کنی که نمیذارن کار کنی، تو خیاطی برین قبولت نمی کنن چون چشمم نمیبینه.
مثلا الان چند ماه پیش به من گفتن برای چشمم 25,000 لیر میخواد، من کجا بیارم؟ هیچی، وقتی که هیچی ندارم، وقتی که نمیتونم کاری برای خودم انجام بدم، چه کار کنم؟ چه بگم؟ دستم بسته است، هیچ راهی ندارم، نه پس دارم نه پیش دارم. بله، این هموطن آذری زبان ما در شهر غربت آوارگی رو به رسم شکل به ما نشون داد دیگه. از این سیاهی بالاتر دیگه واقعا رنگی نیست. امیدواریم که بتونیم با کمک شما دوستان یه سرپناهی برای این خواهر عزیز هموطنمون در ترکیه فراهم کنیم، تا بعد با کمک شما بتونیم یه فکرم به حال سلامتیش کنیم، هم اعصابش هم چشمای نازنینش که برای کار بهشون احتیاج داره. برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1-704-544-7800 تماس بگیرید.